مهمان من 10 ساله بود که پدرش را از زادگاهش تهران برای تحصیل در یک مدرسه شبانه روزی به انگلستان فرستاد. او اینک چند سالی است که به عنوان افسری عالی رتبه در سازمان پلیس بریتانیا به چهره جنجالی در رسانه‌های این کشور تبدیل شده و رئیس انجمنی است که از حقوق افراد رنگین پوست پلیس بریتانیا دفاع می‌کند. دکتر علی دزایی، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. سلام عرض می‌کنم. آقای دزایی، طبعا پدرتون شما رو نفرستاد انگلستان که پلیس بشید. همونطور که می‌دونیم بیشتر پدر مادرها که بچه‌هاشون رو می‌فرستن کشورهای خارج امید دارن مهندس و دکتر بشن. پدر منم تقریبا همین فکر رو می‌کرد. خب چی شد که پلیس شد؟ والا من از بچگی خودم خیلی دوست داشتم پلیس بشم. چرا؟ به خاطر اینکه پدر بزرگم سرهنگ آگاهی بود در تهران، پدرم هم سرهنگ شهربانی بود و همیشه تو فکرم این بود که پلیس بشم، ولی هیچ وقت فکر نمی‌کردم که یه روزی بشم پلیس اسکاتلند یارد در لندن. ولی اینم میدونستم اگه بخوام پلیس توی مملکت بشم، مخصوصا در انگلیس بشم، این کار خیلی سختیه، غیر طبیعیه و باید تحصیلاتم اول بالا ببرم و بعد وارد پلیس بشم. یعنی در اون سن کودکی هم این فکر رو کردم که برای پیشرفت در یک ارگان دولتی بریتانیا باید پایگاهیشو سفت و سخت بگیرم. خب ولی در پلیس بریتانیا رسم معمولا برای اینه که از مثلا پایه پایین خیلی شروع میکنن کارشونو، برخلاف ارتش که شما اگه تحصیلات عالیه داشته باشین میتونین درجه مقام بالاتر شروع کنین کارتون رو. در پلیس از همون آژان در واقع که در ایران بهش میگفتین شروع میگن. به نظر من خوبی پلیس بریتانیا در همین است که حتی یه کسی که مثل من که الان به درجه های بالا رسیده، تجربه راه رفتن تو خیابون هنوز یادم نمیره و بنابراین به این 6000 افرادی که برای من کار بکنم بخوام دستوری بدم، یه حالت لجیتیمیتی مسی دارم بین اونا، چون اونا میدونم یک زمانی من هم مثل اونا تو بارون و برف و گل این کار رو کردم و همین تجربه هم رئیس پلیس لندن داره. و به نظر من یه تجربه خیلی یونیکیه که فقط هم پلیس انگلیس داره. آها، این در واقع برخلاف عنوان کتاب دینکال بهش میپردازیم، اون افراد یکی از خودشون میدونن شما رو از نظر تجربه کاری. دقیقاً. و البته اونهایی که تحصیل کردن و درسشون خوبه و امتحانا رو زود قبول میشن، زود درجه میگیرن میان بالا، و اونهایی که دوست دارن فقط تو خیابون کار بکنن، پاسبانی بکنن، تو اون درجه میمونن. دو مثال، من با یک کسی که همون روز وارد شدیم، ایشون همون خیابونی رو که ما گشت روز اول رفتیم داره راه میره، در صورتی که من 11 درجه اومدم بالاتر. شما سال 86 در واقع وارد پلیس بریتانیا شدین. بله. و 13 سال طول کشید که وارد متروپولیتن پلیس بشید به اصطلاح. درست. شما توضیح بدید که فرق اینا چیه؟ متروپولیتن پلیس چیه و پلیس معمولی چیه؟ متروپولیتن پلیس بزرگترین پلیس اروپا است. 32000 افسر پلیس داره و تمام ارگانش 52000 نفرن، یعنی و یک بودجه 3 بیلیون پوندی داره. یعنی واقعا از نظر یک ارگان رسمی دولتی یکی از بزرگترین در میشه بگی کمپانیایی هست که تو تمام اروپا هست. و به خاطر اینکه لندن پایتخت انگلیس هست، پلیس لندن هم یکی از معروفترین پلیس ها هست و اعدادش هم به همین نسبت بیشتره. جاهای دیگر انگلیس مثل منچستر، مثل برمینگام، مثل اسکاتلند، اونها هم پلیس های خودشون رو دارن، ولی پلیس لندن و که پایگاهش پلیس اسکاتلند یارد هست، هدکوارترزش پلیس اسکاتلند یارد هست، تمام کارهای لندن انجام میده و کارهای ضد تروریستی برای تمام انگلیس. شما از تقریبا بعد به ورودتون به متروپولیتن پلیس، به اصطلاح پلیس بزرگ بریتانیا، زندگیتون توأم با این مقدار جنجال و اتهامات علیه شما اینا بوده. چرا؟ چیز مهمی که آقای فانی باید عرض بکنم اینه که ببینید، من عاشق پلیس انگلیس هستم و از ممکنه بگم از این 32000
پلیسی که با من کار بکنن میتونم بگم 31,590 نفرشون دوست و آدمای خوب هستن، ولی تو هر ارگان بدی آدمهای بدی هم هست، مخصوصا که اون شماره ها انقدر بیشتره. متاسفانه در پلیس لندن مثل هر ارگان بزرگ دیگه آدمهای بد هستن، آدمهای نجات پرست هستن و آدمهای هستن که نمیخوان رنگین پوستان، مسلمانان، کسایی که مثل من هستن از بک‌گراند دیگه بیان پیشرفت به درجه های بالا بکنن. چرا اون موقع این اتفاق افتاد؟ چون با درجه سرهنگی من وارد پلیس لندن شدم، این درجه نسبتاً بالا بود و تو چشم اومدم و سالهایی بین اون آدمای خیلی کوتاه فکر به وجود اومد که چجوری یک ایرانی مسلمان ما اجازه دادیم که به این درجه برسه و بیاد رئیس یک منطقه مهم لندن مثل کنزینگتون و چلسی بشه و بنابراین یک سری پاپوش ها درست شد در اون زمان. آها. و خیلی جالبه که در واقع تمام این اتهامات زمانی شروع شد که شما مسئول اون قسمت لندن شدید که جمعیت ایرانیش خیلی زیاده و ارتباطش با ایرانی ها بیشتر شد. فکر میکنید این اتفاقیه یا اینکه واقعا یک چیزی این وسط وجود داشته که در واقع ارتباط شما با جامعه ایرانی های لندن این مسئله رو به وجود آورده؟ یکی از فلسفه های بزرگ پلیس لندن و فکر کنم تمام دنیا اینه که پلیس باید مردمی باشه، پلیس باید با مردم کار بکنه و یکی از دلایلی که ما در پلیس لندن دوست داریم از افرادهای خارجی دعوت بکنیم که وارد پلیس بشن اینه که فهم مردم قومی رو بفهمن. من از یک افسر درجه بالایی که میتونستم فارسی صحبت بکنم توی منطقه فارسی شروع به کار کردم، طبیعتاً این باعث شد که من به اون کامیونیتی نزدیک بشم، ولی این باید یه چیز مثبت باشه، چون برمیگردم به حرف اولم، پلیس باید مردمی باشه، مردم رو بفهمه. ما ارتش نیستیم که تو بانکرامون بشینیم و فقط موقع جنگ بیایم بیرون، ولی اونایی که منفی بین هستن این رابطه رو با اقلیت‌های قومی که من ایجاد کردم، نه تنها ایرانی ها بلکه عربا، بلکه پاکستانی ها، چون اون منطقه اینجوری بود، اینو منفی دیدید که اول سعی کردن از توش پاپوش در بیارن که متاسف و خوشبختانه موفق نشد. خب آقای دزایی، شما از همون پاپوشی که شما میگین در برای شما درست شد در ادامه پیدا کرد، یعنی شما از کار برکنار کردن برای مدتی و مورد شما به دادگاه رفت و نهایتا هم شما برنده شدید و به کار سر کارتون برگشتید، ولی کتابی نوشتید در این مورد که در این کتاب توضیح میدید که چه اتفاقاتی در مورد در زمینه تحقیقات علیه شما صورت گرفت. چیزی که شما ترسیم میکنین از این پلیسی بریتانیا در این کتاب در واقع یک نظام پلیسی عجیب و غریبیه که یه مقداری با خصلت پلیس بریتانیا و اون سنت پلیس بریتانیا خیلی نمیخونه. همون چیزی که گفتم، یک تعداد آدمهای کوتاه فکر دور هم نشستن و تصمیم گرفتن که زندگی رو واسه من سخت بکنن و اونا تنها راهی که میتونستن این کار رو بکنن این که یک گروه 70 نفره تشکیل بدن و شب و روز دنبال من را بیفتن، تمام تلفن‌های من رو مانیتور بکنن، حتی آدم‌های مصنوعی بیارن تو جایی که من ورزش میکردم که به من آفر بدن که یک کار غیرقانونی بکن که صدامو ضبط بکنن. سخنرانی‌هایی که در اروپا میکردم ایرانی‌هایی که خودشون پرورش داده بودن اونجا بفرستن که با من صحبت بکنن و یه چیز غلطی از من بگیرن. و خلاصه اینه که یه چیز پنتومایمی، یه شو خنده‌داره ای که درست کرده بودن، نمایشی که یه نمایشی درست کرده بودن که واقعا در دادگاه باعث خنده و خجالت شد که چجوری 7.5 میلیون پوند پول مردم خرج بشه که شما بخواین یک افسر ارشد رو از کار برکنار بکنین. و این باعث شد که من این کیس رو بردم و رئیس پلیس کل لندن هم اومد معذرت خواهی کرد از این نمایش و این باعث شد نه تنها پیروزی واسه من اون خب مهم بود، ولی پیروزی واسه تمام افسران رنگین پوست، تمام کسایی که تو انگلیس کار میکنن که واقعا در این مملکت حقی دارن، به زورگویی نباید را بدن و باید اگه فکر میکنن
خود میتونن به یه جایی برسن باید بجنگن تا اونجا برسن. خلاصه مشکله. شما پس حساب مجموعه پلیس بریتانیا رو از عده‌ای که این پاپوچا برای شما درست کردن جدا میکنید؟ 100%. و چطور میتونن یک عده قلیلی تا این مرحله برن که برای یک افسر عالی رتبه پلیس بریتانیا اینقدر پاپوش بسازن و رو به دادگاه بکشونن؟ به خاطر اینکه حرفایی که میزدن، پرونده هایی که جلو دادگاه بیذاشتن تقلبی بود و این باعث میشد که دادگاه هم قبول بکنه حرف پلیسو و اجازه بده که این نمایش بیشتر پیش بگیره. وقتی که این مسئله تو دادگاه اومد و افشا شد، معلوم شد که تمام اتوریتی هایی که گرفته بودن که مثلا صدای منو ضبط بکنه همه غیر قانونی بود. اجازه هایی که گرفته بودن برای این کارها همش غیر قانونی بود و این باعث شد که چندین بار در چندین دادگاه پلیس لندن محکوم بشه. ولی چیز مثبت هم تو این هست، چیز مثبت هم این هست که واقعا تمام افسرهای رنگین پوست، و این آدم نباید نادیده بگیره، ما 15,000 ممبر داریم، تو عضو داریم در راجع به این اتفاقا میخواستم صحبت بکنیم، چون این هستش انجمن ملی پلیس سیاه پوست بریتانیا. اولا چرا سیاه پوست؟ ببینین، ما 10 سال پیش میخواستیم یک گروهی درست بکنیم که کسایی که تجربه هاشون شبیه هم بود بتونن با هم بیان برن و این تجربه هاشون رو شیر بکنن، با هم شریک شن، با هم شریک بشن. و معمولا این پلیس ها آفریقایی بودن، عرب بودن، تایلندی بودن، چینی بودن و از هر قومی می اومدن. و ما میخواستیم یه اسمی رو اینا بذاریم و نمیتونستیم یه اسمی بذاریم که رنگ پوست همه اینا رو تشریح بکنه. اصلا غیر ممکن بود. بنابراین ما اینا گذاشتیم بلک. ولی بلک منظور نمیشه که سیاه پوست، بلک میشه اون تجربه‌ای که بین تمام این گروه هست. و تمام این گروه یه تجربه داره. تجربه نجات پرستی. خب این الان شما رئیس این انجمن هستید. من رئیس کل این، به قول شما 15,000 عضو داره. بله. چه کار میکنه دقیقا؟ این کارش چیه؟ کاری مثل اتحادیه مثلا کارگری از حقوق صنفی پلیس ها دفاع میکنه؟ دقیقا. ما هم کمک میکنیم به پلیس، هم کمک میکنیم به دولت. اگر فقط مثلا دولت بخواد یک لایحه‌ای در پارلمان رد بکنه که ما فکر میکنیم اثر منفی رو اقلیت‌های قومی داشته باشه، ما رو اون اعتراض میکنیم و به دولت کمک میکنیم که رو این لایحه کار بکنه. اگر ما فکر میکنیم پلیس داره روشی پیاده میکنه توی محله سیاه نشین که اون باعث میشه که جنگ و دعوا بشه، ما کمک میکنیم. مهم اینه که ما خودمون پلیسیم. بنابراین باید ما وکیلای بیرون نیستیم، ما NGO نیستیم، ما خودمون افراد پلیس هستیم و این باعث میشه که حرف ما رو جدی بگیرن، چون ما خودمون پرکتیشنر هستیم، ما خودمون تو زمین کار هستیم. خب حالا این سمتی که شما دارین و خیلی هم فعال بودید در همین انجمن و خیلی از پلیس های دیگه رنگین پوست بریتانیا هم به این سازمان و شخص شما نگاه میکنن برای دفاع از حقوقشون، خب این همین ها نشون میده که اصولا صرف اینکه لازم یک همچون انجمنی در پلیس بریتانیا باشه نشون میده که یک جای کار داره میلنگه. 100%. ما چندین بیش از اون چند نفری که شما گفتید درست ما اصلا علنا چند وقت پیش در خود پارلمان انگلیس که من شهادت دادم اونجا تو ده هوم افرس سلکت کمیتی، یه کمیتی که کمیته وزارت کشور که کشور بره. من علنا گفتم هنوز institutional racism یعنی نژاد پرستی نهادینه شده در تمام سیستم و پروسس و استراکچر پلیس لندن وجود داره. ما هنوز نتونستیم اون نژاد پرستی رو از بین ببریم. این شهادت رو من دادم و با اینکه خیلی عصبانی شدن و واقعا هم همینطور هست، این سیستم نژاد پرستی باعث شده که من اینجا میشینم و یکی تنها افسر ارشد غیر انگلیسی مسلمون تو تمام پلیس انگلیس. این نباید اینطور باشه، چون 45% مردم لندن از اقلیت‌های قومی هستند. پس چرا ما فقط یک افسر در واقع بنده کافی نماینده ندارند در پلیس لندن؟ درست. 10 سال پیش ما 2 تا سرهنگ سیاه پوست داشتیم در پلیس لندن، امروز بازم 2 تا داریم.
میدونی؟ یعنی منظورم اینه که چیزا جلو نیومده و چرا این چیزا خیلی مهمه و چرا ما برخاشت میکنیم به سیستم انگلیس؟ به خاطر اینکه ما واقعا قبول میکنیم پلیسی که مثل مردمش باشه حتی نظر قیافه بهتر میتونه به اون مردم سرویس بده، بهتر میتونه ضد تروریستی بجنگه، بهتر میتونه ضد دزدی بجنگه. چرا؟ چون پلیسی که شکل مردم باشه اعتماد اون مردم به اون پلیس بیشتره و وقتی اعتماد باشه اطلاعات رد و بدل میشه و اطلاعات چیز اولیه‌ای که باعث میشه جرم کشف پیدا بکنه. خب یک موضوع دیگه هم که ممکنه مخالفان نظرات شما، اونهایی که به اصطلاح نمیخوان قبول بکنن که یه همچین نژادپرستی در داخل پلیس بریتانیا وجود داره، میگن اینه که نمونه این که همچین چیزی وجود نداره خود شما هستید. یعنی شما یک ایرانی تبار و که تونستین تا این مرحله رشد بکنید در پلیس بریتانیا و این نمونه امکانات هستش که برای غیر سفید پوست در اینجا وجود داره. فکر کنم جواب من اینه که همکارای من که با همین درجه اینجا نشستن و سفید پوستن، فکر نمی کنم 4 بار لازم شده باشه دادگاه برن تا درجه بگیرن، فکر نمی کنم دکترا داشته باشن، فکر نمی کنم فوق لیسانس حقوق داشته باشن، لیسانس حقوق داشته باشن و فوق دکترا از دانشگاه کمبریج داشته باشن. منظورم اینه که یه کسی مثل من و هستن آدمای موفق دیگه در پلیس بریتانیا که انگلیسی نیستن، 3 برابر بیشتر باید کار می‌کردن تا خودشونو به اینجا برسونن و این عادلانه نیست، چون باید کسی به حق کاری که کرده جلو بره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ببینید یه رستورانی مثل مکدونالد واسهش فرق نمیکنه کی همبرگر رو سرو بکنه، به شرطی که همبرگر تازه باشه. مشتری اصلا واسهش خیال نداره که کی این همبرگر داره. ولی پلیس اینجوری نیست. پلیس وقتی شما میبینید به مردم خدمت میکنید، میبینید یه قسمت این لندن که 80%شون هندی هن و اردو و پنجابی صحبت میکنن، خیلی مهمه که یه پلیس بره که اون زبون رو بتونه صحبت بکنه. واسه همین من همیشه میگم این برنامه نجات پرستی باید از بین بره، چون آدمای مثل من و خیلی بیشتر از کشورهای دیگه تو رؤسای بزرگ پلیس بیان که بتونن سرویس بهتری به پلیس بدن، چون پلیس باید پلیس مردمی باشه. درسته. خب حالا اون موردی که در مورد شما اتهامات زده شد به دادگاه ابرف، شما هم برنده شدید، قاعدتا باید همونجا تموم شده باشه دیگه. یعنی در مورد شخص شما دیگه بایستی قضیه خوابیده باشه، ولی با این حال شما همین الان هم تعلیق شدید در سمتتون و تحقیقات در موردتون ادامه داره. فکر نمی‌کنید یه جای کار خود شما ممکنه بلنگه؟ نه، ببینید شما باید فکر بکنین اتهامات چی بود و اتهامات الان چی هست. یه ضرب المثل ایرانی هست، ممکنه خوب نمیتونم میگن نمیدونم جوجه رو آخر پاییز باید شمرد. بله، همونطوری که قبلا اتهامات به من شده زد، همه گفته بودن که اگه این چیزا درست نبود مگه میشه پلیس لندن بیاد 7 میلیون پوند خرج بکنه، و ما فهمیدیم که پوچ بود. ببینید شما وقتی میجنگین که سرویس به مردم بدین، میجنگین که ناعدلی رو از بین ببرین، شما وقتی که تلاش میکنین به مردم کمک بکنین و نجات پرستی رو از بین ببرین، تو یک محیط مثل انگلیس باعث میشه که با تولید هدف قرار بگیرین. باید به خودتون اطمینان داشته باشین، باید به خداتون اطمینان داشته باشین و برین جلو. و من بهتون قول میدم انشالله 1 سال دیگه در همین صندلی نشستم و این حرفای این توتهایی که امروز زدم نشون میدم همش چجوری پوش بود. بسیار خوب. شما تجربه مستقیم از خدمت پلیس در ایران ندارید، ولی خانواده شما همونطور که گفتین، یعنی پدرتون و پدر بزرگتون، همه اینا در نیروی پلیس ایران خدمت کردن. شما به هر حال تجربه غیر مستقیم دارید، چه تفاوتی میبینین بین نحوه به اصطلاح خدمت پلیس یا نوع خدماتی که پلیس به جامعه میده در اینجا و مثلا در ایران؟ چند سال پیش من یه ویزیت خیلی کوچیکی با چندین از دوستان به ایران کردم. البته این ویزیت خیلی طولانی نبود و ما یه سری فرماندهی ها رو بازدید کردیم و یه سری کارهای پلیس ایران رو دیدیم و روی هم با اینکه میتونم بگم از نظر تکنولوژی چندین سال
پشت هستن، بیهایند هستن، ولی از نظر روش کاری به نظر من کارشون خوبه. اون فلسفه مردمی بودن اونجا هست 100% در درجه های بالا، فلسفه درست استراتژیک که چجوری دزد رو بگیرین، کیف قاپی رو، خونه زنی رو به دست بیاری، اینا همه وجود داره و از اون لحاظ بیشتر از نظر متدولوژی کار داره. بله، اینا همش بودش. و یه چیز دیگه هم هست، اینجوری من حس کردم که مردم ایران از این نظر کسی که 35 سال در ایران نبوده، انتظار خیلی بالایی از پلیس مملکتشون داره و این چیز بدی نیست، ولی با انتظار زیاد دیسپوینتمنت هم میاد، یعنی مایوس میشن. شما اگه واقعا به دستتون نیاد مایوس میشن. شما واقعا در لندن اگه فکر بکنین هر موقع دوست دارین را برین هیچکی بهتون هیچ کاری نداشته باشه، امکان نداره. همین دیشب یه بحث جالبی بود در تمام تلویزیونی‌های بریتانیا که پلیس لندن 154,000 نفر رو در یک سال تو خیابون نگه داشته و گشته و این باعث شده که مردم ناراحت میشن. منم حتم دارم که پلیس ایران هم به خاطر روش پلیسی مردم رو در ایران نگه می‌داره، چک می‌کنه، چون باید اون اطمینان رو به مردم بده که ارازل اوباش دزدا تو خیابان نتونن با راحتی انجام بدن. ولی خلاصه حرف من اینه که پلیس هر جای دنیا باشه باید از نوع ارتشی بیاد بیرون و خودشو مردمی نشون بده. خب آقای دزایی، شما مثلا وقتی که تو خیابونای لندن را میرین یا اینکه در سمت فرماندهیتون انجام وظیفه در بریتانیا و به خصوص در لندن میکنین، ته دلتون شما خودتون رو ایرانی میدانین یا بریتانیایی؟ وقتی که تو رستوران ایرانی میرم ایرانی میدونم. نه و خانه سیریس پوینت. نه ببینین، این بحث خیلی بحث جالبیه. به نظر من جدال بین ایرانی و انگلیسی بودن نیست، یک کانفلیکت وجود نداره، تضادی نداره. من خودم هم راحت یک ایرانی میبینم و هم راحت یک انگلیسی میدونم، یعنی بریتیش ایرانیان، چون واقعا حس میکنم حسم ایرانیه، وطنم رو دوست دارم، عاشق رفتن ایران هستم، در این حال هر چی که دارم مدیون انگلستان هستم که به من فرصت داده اونجا برم دانشگاه، به من فرصت داده بدون پول برم درس بخونم، به من فرصت داده که بتونم خودم رو به این سمت برسونم با همه دردسرایی که واسم وجود داشته. بنابراین خلاصه حرف من اینه که این یا اون نیست، این کانفلیکت رو من نمیبینم بین ایرانی بودن و انگلیسی بودن. بذار من سوالم یه طور دیگه بگم. اگر که امکانی برای شما وجود داشته باشه که با همین سمتی که اینجا دارید یا حتی سمت بالاتر در ایران خدمت بکنید، شما حاضرید برگردید ایران و اون سمت رو بپذیرید؟ من نه، اصلا این کار رو نمی کنم، به خاطر اینکه اینجا الان کشور منه، خانواده منه، من هیچ تجربه‌ای درباره روش کار ایران ندارم. ولی اگر از من درخواست بشه کمکی به پلیس ایران بکنم، که همینطوری که میشه کمکی به پلیس دبی بکنم، تازگی رفته بودیم کانادا، کمکی به سیستم های پلیسی تو کانادا بکنیم، چرا که نه؟ به تمام دنیا میکنیم، چرا آدم کمکی به کشور خودش هم نکنه؟ ولی کار کردن اونجا نه. نه نه آقای دزایی، تو این تمام مراحلی که شما طی کردید، اتهاماتی که به شما زده شد و اون نجات پرستی که هم در داخل پلیس و هم به عنوان پلیس در خارج در خود جامعه بریتانیا تجربه کردید، اینا در کتابتون هم یادداشت کردید، هیچ وقت به فکرتون رسید که اصلا ول کنین اینا رو، اصلا مجموعه پلیس بریتانیا رو ول کنین برین یه کار دیگه بکنین؟ شما وکیلی میتونین وکیل بشید. بله، خب آدم میبینه وقتی که خیلی بهش فشار میاد، و من همیشه یادم بود که وقتی تو دادگاه کل اصلی پلیس دادگاه جنایی پلیس اینجا داشتم شهادت میدادم به یه جرمی که مسخره، که چرا 120 پوند زیادی از کیلومتر شمار پول گرفتی، پیش خودم فکر میکردم واقعا من تو انگلیس زندگی نمیکنم، چون با اون تحصیلاتی و تمام کارهایی که کرده بودم تو قانون و قانونی که خونده بودم، هیچ وقت فکر نمیکردم
که اصلا امکان داشته باشه یه افسر ارشد رو بذارن تو دادگاه جنایی واسه 8 هفته بازجویش بکنن که چرا شما این راه رو طولانی تر برداشتی و 120 پوند 130 پوند در 4 سال زیادی گرفتی. و اون موقع است بود که واقعا فکر میکردم که شاید تمام اون فکرهایی که درباره عدالت و درباره قانون و اینا همه توی این مملکت پوچ باشه، ولی خوشبختانه یک رو بعد هیئت منصفه که همینجوری میدونین آدمای معمولی هستن تو خیابون اومدن در عرض 15 دقیقه کیس رو انداختن تو سطل خاکروبه و این نشون داد که واقعا توی مملکت زورگویی خیلی امکانش کمه، چون خلاصه به یه جا میرسه که جلوی اون زورگویی عدالت اجرا میشه. عدالت اجرا میشه. دکتر علی دیزایی خیلی متشکرم از شرکتتون در برنامه به عبارت دیگر. خیلی ممنونم.